الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مَسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونًا أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند قادر و منان را متشکر و سپاسگزاریم از اینکه بار دیگر عمر را برای ما و شما ارزانی فرمود و توفیق و عنایت فرمود تا لحظاتی را در کنار قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار بگیریم و از فیوزات و برکات و رحمات الهی استفاده نماییم. امید است که خداوند همه طاعات و عبادات و بندگی من و شما را در درگاه خود مورد قبول عنایت بفرماید و از سر تقصیرات همه ما در گذرد و قلمی عفو و بخشش خیش را بر روی گناهان من بکشد و در روز قیامت در میدان محشر نامه اعمال من را به دست راست من عنایت بفرماید. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و بزرگوار، طوری که در جریان هستید در سلسله درس های زن در آینه اسلام قرار داریم که خوشبختانه امروز الحمدلله و توفیق خداوند با درس پنجم آغاز میکنیم. بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما زن در جاهلیت هست و یا مقام زن در دوران جاهلیت. بحث بسیار مهم و با ارزشی هست که ما بتوانیم آگاه بشویم که زن در زمان جاهلیت از چی جایگاه برخوردار بود، چی قدر برای زن ارزش قائل بودن و از چی حقوق و خصوصیات و ویژگی های محروم بودن زنان در اون زمان و از چی خصوصیات و از چی حقوق و وجایبی برخوردار بودن. اگر نگاه در قرآن عظیم الشان بیندازیم، الله تبارک به تعالی در چند آیه بسیار کوتاه اما پر محتوا جایگاه و عظمت و مقام زن و برخورد مردم دوران جاهلیت را بیان کرده که در اون زمان اونها نسبت به زن چی دیدی داشتن و زن چی ارزش قائل بودن. و بسیار به یک شیوه واضح الله تبارک و تعالی این قضیه را بیان کرده. از اونجایی که در درس‌های گذشته هم گفتیم که زن و مرد بزرگترین مخلوق خدا در زمین هست، یعنی در بین تمام کائنات و مخلوقات جایگاه این دو قشر عظیم و این دو مخلوق بزرگ که در مجموع به نام انسان یاد می شود مشخص است و از همه بزرگترند. اما به حد طغیان دوران جاهلیت و سرکشی انسان ها به جای رسیده بود که نه تنها برای زن ارزش قائل نبودند که حتی کرامت انسانی را برای زن ارزش قائل نبودند. از زن به عنوان ابزار و وسایل غریزه جنسی استفاده می شد، از زن به عنوان تجارت استفاده می شد، به عنوان کالای بازرگانی استفاده می شد، از زن به طریقه های گوناگونی استفاده نامشروع می شد و زن از همه حقوق و امتیازاتی را که الله تبارک و تعالی برای زن قائل شده و ادیان سماوی گذشته و ادیان الهی برای زن داده بود، اونها زنان را محروم ساخته بودند از این حقوق و جایگاهشون. اما ناگفته نماند که اسلام عزیز یگانه دینی است که کاملترین و مکملترین و بزرگترین جایگاه را برای زنان قائل شده. این یگانه دینی است که بزرگترین و بزرگترین جایگاه را برای زن قائل شده و بزرگترین حقوق را برای زن قائل شده. حتی اگر امروز شما نظری بیندازید در تاریخ بشر
ادهی از بشریت امروز هم از زن به عنوان کالا استفاده میکنن، از زن به عنوان وسیله برآوردن غرایز جنسی خود استفاده میکنن، زن را وسیله شهوترانی میدانن، زن را وسیله تجارت میدانن. با این همه شعارهای زرق و برق، پر زرق و برق فریب نخورید. متاسفانه امروز هم یک عده‌ای در حق این قشر عظیم و بزرگ ظلم میکنن، با شعار دیگر، با لباسی دیگر، با طریق دیگر و از دیگر زاویه وارد شدن. اگر شما نگاهی بیندازید در تاریخ معاصر امروزی، در بسیار از کشورها در حق زن ظلم می شود و از بسیار حقوق خود محروم هست. اگر در زمان جاهلیت زن به عنوان کالا در میدان خرید و فروش می شد، امروز با طریقی مدرن و با نام تمدن به فرهنگ با زن معامله می شود. شما در اعلانات اگر نگاه بکنید، عزت و شرافت و شخصیت و کرامت و حیثیت و عفت زنان را زیر سوال گذاشتن. آیا کدام عقل سالم قبول می کند که انسان با این همه مقام و عظمت، با این جایگاه و عظمت و بزرگی، که مادر بشریت، مربی بشر، که باز در بحث جایگاه زن در اسلام خواهید دید، و از این زن امروز به عنوان یک کالای بازرگانی استفاده، یک پیام بازرگانی ساخته بشه، یک شامپویی که 5 افغانی ارزشش هست، یک صابون، یک پودر کالاشویی و ابزار و وسائل دیگر، حتی با نوشیدنی ها، با یک انرژی و یک پیپسی، چقدر باید اعلان بشه؟ چند تا دختر مسلمان باید برخصد چادر عزت و عفت و حیثیت و شرافت و وقارش را کنار بگذارد، با آبرو و عزت فامیل را زیر سوال ببرد، تا اینکه تو تاجر مسلمان مالت به فروش برسانی و از این طریق مردم تشویق بکنی به خاطر خریدن این وسایل ها، حتی کوچکتر از آن. امروز با یک پفک نمکی چندین دختر مسلمان رخصنده می شود، همش مسلمانن، با نام مسلمان. این ظلمی است، شبیه ظلم دوران جاهلیت، ولی با طریق مدرن، کسی فکرش هم نمی کند. امروز سالانه میلیون ها پول روی زنان مسلمان سرمایه گذاری می شود، با طریق ها و انواع و گوناگون ها، برنامه های مختلف و از کانال های مختلف و از طریق های مختلف مصرف می شود تا چادر وقار و عزت را از سر زن مسلمان بردارن، حجاب زن مسلمان را کنار بزنن، زن مسلمان را بی حیا بسازن، دختر مسلمان را بی عزت بسازن، که امروز شما می بینید که از چی طریقی وارد می شوند. به نامش را می گذارن افغان، فرهنگ افغانی، تمدن، آگاهی، مدرن. این ظلم است، ظلمی است که امروز در عصر پیشرفت و ترقی در حق زن می شود. از طریقی ظلم می شود که زن او را به عنوان خدمت به خود فکر می کند، در حقیقت ظلم است. عده دیگری که امروز ظلم می کنند، شبیه ظلم دوران جاهلیت، هر روز شما می بینید از طریق رسانه ها، روزنامه ها، که مسلمان با کارت زنش را قطع قطع او تکه تکه کرده، یک روز بینی زن را می برد، روز دیگر گوش زن را قطع می کنند، زبان زن قطع می شود، اعضای وجود زن قطع می شود، در حالی که در اسلام چنین چیزی وجود ندارد. اگر بالفرض اون زن مرتکب گناه و معصیتی شده باشد، اسلام بری گناهان حد و حدود قائل شده، مجازاتی قائل شده که باید، ما حق نداریم بالاتر از آن چیزی که اسلام، الله و رسول فیصله کرده، ما از پیش خود فرمانش صادر بکنیم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. اختیار نیست برایت. با هر گناه اسلام مجازاتی تعیین کرده،
وقتی کسی رو میبینید مرتکب گناه شده، برابر است از فامیلیت است یا از بیگانه هست، نگاه کن دین در این مورد چی نظر داره. ایده دیگری که امروز در عصر پیشرفت و ترقی ظلم صورت میگیرد در حق این قشر عظیم، شبیه ظلم دوران جاهلیت که زنان محروم کردین از یک عده حقوق، امروز در بسا بسیار از جاها مسلمان حاضر نیست ارث خواهرش را بپردازد، میراث زن مسلمان را باید بپردازد، حاضر نیست، حقش را حاضر نیست بپردازد، نفقش را حاضر نیست بپردازد، مهرش را که حق مسلم زن مسلمان هست الله برش تعیین کرده، امروز مسلمان حاضر نیست این قضیه، این حقوق را برای دخترش بپردازد. بنابراین ببینید در دوران جاهلیت چه ظلمی وجود داشت و امروز در عصر تمدن به فرهنگ و پیشرفت، امروز ببینید ما چی برخورده داریم، با چی حقوق پایمال هست. الله تبارک و تعالی می فرماید و اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. در زمان جاهلیت وقتی بشارت داده میشد برای یک کس، برای یک فرد که الله بر دختری عنایت کرده، یعنی در خانه شما دختری پیدا شده، قرآن میگه چهره اینها تغییر میکرد، رنگشان سیاه میشد، پشت این دیوار و اون دیوار خود پنهان میکردن از خجالت و از شرم، موجودیت دختر را در فامیل خود ننگ میدانستن. چقدر ظلم بزرگی بود که نعمت خدا را برای خود ننگ بدانی، آر بدانی، خجالت بکشی که چرا الله بر این دختر داده. امروز هم یک عده از مسلمان ها این مشکل دارن. شما شاید زیاد ببینید مسلمانانی که الله برای اونها دختر عنایت کرده، پسر لایق ندیده، ولی هر روز جنگ، دعوا، سرکشی با فامیل، هر روز زن را تهدید کردن که اگر بار دیگر طفلی به دنیا آوردی و دختر بود، باز میبینید که با تو چی برخوردی را انجام میده. این عین جهالت صدر اسلام است. قبل از اسلام همین جهالت موجود بود، در حالی که این شرکت سوپرکولا نیست یا شرکت تولیدی باشه که هر قسمی خودت بخوایی فرمایش بدی تولید بکند برید. در حالی که الله تبارک و تعالی می فرماید لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله أكبر. چقدر ما فاصله داریم از دینمان، از قرآنمان، از فرهنگمان. الله می فرماید قدرت زمین و آسمان، پادشاهی زمین و آسمان از آن الله است. خلق می کند هر چیزی که بخواهد، می بخشد برای کسی که بخواهد دختر، می بخشد برای کسی که بخواهد پسر، می بخشد برای کسی که بخواهد هم دختر و هم پسر، و کسی را که بخواهد اصلا نه دختر می دهد نه پسر. و یجعل من یشاء عقیما، نازا میگرداند، هیچ فرزند برش نمیدهد. اوست دانا و با قدرت. فریبی شیادان و اوباشان را نخور که هر روز کنار جاده ببین نشسته است با تومار از تبیزات، بیا دردی بی اولادی است، دوای بی اولادی. خلقت مخصوص الله است. خلقكم خلق السماوات والأرض
همه ما را الله آفریده و زمین و آسمان را الله. دروغ میگن. اینها تاجران جیبی شما هستند. اگر راست میگوین چرا برای خود 10 فرزند مرد نیرومند تولید نمیکنند؟ و از تو انسان ناآگاه، مسلمان ساده، کم عقیده، ضعیف سوء استفاده میکنند. و تو هم حاضری 10,000، 5,000، 20,000 افغانی را بپردازی که برای یک تویزی که بر اساس چتیات نوشته شده به دستت میدهد که صاحب اولاد بشی. اولاد را الله میده. هیچ بشری این قدرت و توان را نداره. این عده افراد امروزی هم شبیه افراد جاهلی اشعار سر میدن. به اونها وقت بشارت داده میشد که شما صاحب دختری شدید در خانه، رنگشان سیاه میشد، خجالت میکشیدن، احساس بیننگی میکردن، میشرمیدن، پشت این دیوار و اون دیوار خود پوت میکردن، از شر قومی خود. مبادا مردم به ما تن بزند، پدر دختران در خانه دختر شد. الله میگه چی بد حکمی میکردن، الا سا اما یحکمون، چی بد راه و روشی داشتن. این یک قضیه بود در جاهلیت که از زن ننگ داشتن. دوم، اگر عیاناً در خانه ایشان دختری به دنیا می آمد، حق حیات را ازش می گرفتن، او را می کشتن. تعداد کمی بودن این افرادی که زنده نگاه می کردن که قرآن از روی اعمال زشت و شنیع اینها پرده بر می دارد. چی یک دین عظیم است، نه تنها از تو زن مسلمان دفاع کرده، بلکه حتی از زن مشرک و دختر مشرک هم اسلام دفاع کرده. اونجا که الله آیات نازل میکند در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور می آید، بگو برای اینها و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، روزی که الله سوال کند، روز موعود که بدون شک و شبهه، لا ریب فیه، هیچ شکی درش نیست که حتما آمدنیست، روزی که الله سوال بکند به کدام تقصیر و جرم و جنایت شما ای اطفال رو میکشتید، این روز آمدنیست. امروز هم همون افراد وجود داره و از طریق دیگری زن مسلمان به طفل مسلمان به خاک و خون میکشد. شما اگر نگاهی در سوریه بیندازید، نگاهی در افغانستان بیندازید، نگاهی در لبنان بیندازید، نگاهی در عراق بیندازید، در فلسطین ببینید چقدر سالان زنان مسلمان به اطفال مسلمان به خاک و خون کشیده میشود. بدون شک و شبهه روز الله سوال میکند و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، اینها را با کدام جرم کشتی؟ چه تقصیر داشتن اینها؟ دفاع اسلام از طفل مشرک هست. اونا وقتی میکشتن فرزندان خودشان بود، کافر بودن، ولی الله از انسانیت دفاع کرده، از مخلوقش دفاع کرده، گفته حق نداری حتی طفل کافر را هم بکشید. این دومین ظلمی که میکردن، حق حیات را برای زنان نمیدادن. اول ننگ میدانستن زن را، دوم حق حیات ازش گرفته بودن، سوم زن از حقوق ارث محروم بود. چیزی به نام میراث و یا ارث که برای زن سپرده شود در دوران جاهلیت وجود نداشت، همش مال مردان بود. این ظلم بود در حق اونها. ولی اسلام عزیز آمد، یوصیکم الله فی اولادکم، الله وصیت میکند به شما، سفارش میکند الله به شما، حق زنان را بپردازید از ارث، آن چیزی که الله شایسته دیده حقشان را بپردازید. ولی اسلام از حق را برای آنها داد. سومین حقوقی که در او زمان زن محروم بود در دوران جاهلیت، از مهر محروم بود یا صداق. چه دین عظیمی، چه قرآن بزرگی،
چه قانون بر اساس اعتدال و میانه روی زن با چندین دست معامله میشد، از زن به عنوان ابزار برای شهوت رانی استفاده میشد، ولی کسی با زن حاضر نبود مهر بپردازد، چیزی به اسم مهر قائل نبودن برای زنها. ولی اسلام این حق داد که امروز متاسفانه یک عده از مسلمان ها هم این حق زنان محروم دارن، زنها را از این حق محروم دارن. و آتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وآتوهن أجورهن بالمعروف. مهر حق زن هست، الله برش داده، یک هبه و بخشش از جانب الله برای زن مسلمان، بنان این حق برای خودش بپردازید. خجالت نیست که امروز با مهر دخترت با حج بروی، با مهر خواهرت تجارت بکنی؟ روزی می آید که در آن روز ای حق و حقوق ازت می گیرند. این مهر حق خود این هست. حق دیگری که در دوران جاهلیت پایمال بود، زن از آزادی محروم بود، از حق آزادی زنان محروم بودند، مثل اجیر فروخته می شدن، از یک دست با دست دیگر مثل کالا عوض می شدن، بازارهایی وجود داشت برای تبادله کردن زنها، فقط ابزار برای رقصاندن و برای برآورده کردن و خواهشات جنسی خود، برای شهوت رانی، برای پول تجارت مجبور می کردن زنها را برای زنها بکنید پول بیاورید. این زن از خود صلاحیت و استقلال نداشت، ولی اسلام عزیز آمد، نه تنها که از زن در عرصه عزت و عفت و شرافتش دفاع کرد، بلکه برای مسلمان گفت حقی نگاه کردن نداری طرف زن مسلمان. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. حق نداری نگاه بکنید طرف زن مسلمان با نگاه بد، زشت، با نگاهی که تحرک‌آمیز باشد. اسلام برای زن آزادی بخشید، برای زن گفت آزاد است، می توانی حق ارثی تو بگیری، حق مهری تو بگیری، حق انتخاب داری، آزادی داری. که این بحث باز در قضیه درس آینده انشاءالله در بحث آزادی های زنان در اسلام اونجا بیشتر واضح خواهد شد. این بود زن در زمان جاهلیت، از ارث محروم، از میراث محروم، از ارث محروم، از مهر محروم، از بقیه حقوق مادی محروم، از آزادی محروم، حتی حق حیات نداشت. زنده به گور میکردن، زنده به گور میکردن. که داستان بسیار جالبی دارد که در درس آینده انشاءالله ذکر خواهد شد، که بعد از این که صحابه مشرف اسلام میشوند، از تاریکی به روشنایی انتقال میکنن، از ظلمت به نور انتقال میکنن، در او زمان است که از شقی بودن به سعید حرکت میکنن، در او زمان است که با مشکلاتشان، با گناهان گذشتهشان پی میبرن که چقدر ما انسانهای سنگدلی بودیم. که متاسفانه عزیزانم، برادران و خواهران عزیز، امروز هم متاسفانه در یک سلسله در حقوق اینها کوتاهی میشود. یعنی آن چیزی که اسلام برای اینها ارزش قائل شده ما نمیدهیم. با ابزار و وسایل گوناگون ظلم میشود در حق این قشر عظیم. در زمان جاهلیت ظلم مشخص ظلم بود، ولی امروز ظلم میکنید در حق اینها به نام فرهنگ، به نام تمدن، به نام پیشرفت. از کانال های گوناگونی در حق این قشر عظیم ظلم میشود. عزت و عفت و حیثیت و شرافت و مقام و مجد و عظمت و بزرگی اینها را از اینها میگیرید، ولی از طریقی که خود اینها آگاه نمیشود. بنابراین الله تبارک و تعالی به همه ما توفیق عمل نهد، بفرماید این بود جایگاه زن در زمان جاهلیت، یا زن در دوران جاهلیت.
از چی حقوق برخوردار بود، چی جایگاه داشت. این بود حقیقت زن در زمان جاهلیت. الله تبارک و تعالی به همه ما توفیق عمل نهد. بفرماید تا درس آینده همه شما را با خداوند تبارک و تعالی می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.